شوف اضافه میسازیم دوست عزیز شیره روغن اضافه میسازیم روغنه حالا اضافه میسازیم کشمشه اضافه میسازیم چهارمغزه بادامه میگذاریمش که خوب دوست عزیز مخلوط شود خب دوست عزیز برای 3 دقیقه مخلوط شد میتونید 4 دقیقه بگذاریمش که خوب بادام و چهارمغز و کشمش خوب حل شود باز بدن اضافه میسازیم یک قاشق دو قاشق پودر کیک باز هم میره مخلوط میکنیم استی هم مخلوط شد اضافه میسازیم آرده البته آردم اضافه ساختیم مولم مخلوط میکنیمش درست فکر کنم دوستای عزیز آماده است خوب متوجه باشین دوستای عزیز چونی بجایی شکل است دیگه نمیشه ما میره حالا یک تکنیک دیگه میزنیم که اگر شما از قالبای کیک داشته باشین میتونین به این شکل شما پخته کنین به خاطر گفتی مرق گلاب یا وانیلا یا دمانه را دیگه اضافه میسازیم یک مکسش میکنیم و کیک مواد را که ما تیار کردیم اضافه میسازیم کیک آماده است سیره قبلا ما داشته داغ کردیم یه در داش میگذاریم برای 45 دقیقه البته داش ما در 250 سانتیگراد است درست کیک آیسای سفرسته میشه دوستای عزیز یک افتا داد داشته باشین که هیچ وقت وقتی که شما کیک میپزین داغ بعد از 10 دقیقه بعد 20 دقیقه بعد باز نکن چرا هوای یخ اگر داخل داش شد کیک پس میشه بنابراین شما میتونید بعد از 35 دقیقه تا 40 دقیقه میتونید داش باز کنین و ببینین چکش کنین که آیا کیک پخته شده یا نه سالاد را مد نظر گرفتیم بمالی البته این سالاد سالاد تخمی تخم است که مواد لازمیش هست 200 گرم رومیست 3 عدد تخم است یک عدد بادرنگ است